با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز جمعه است و 29 از ماه جون. در روزهای جمعه همطور که مطلع هستید به مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هموطنان گرامی هستم. در شبهای جمعه با دوست بسیار عزیز آقای عرسی صحبت میکنیم. امشب هم بعد از پاری مطالب با ایشان در باب بعض مطالب ایران صحبت کنیم. اجازه فرمایید یک در واقع شعر زیبا از سیمین بانو بخوانم خدمت شما. سیمین بهبهانی در حصف خانگی در واقع از چه چیز میترسد؟ فاشیسم اسلامی. فاشیسم از همه چیز وحشت داره. یکی از ویژگی هاش اینه، بیشترین وحشتش از اطلاعات. فاشیست میخواهد که مردم نادان و جاهل بمانند. هیتلر زمانی که سپاه فرستاده بود در روسیه و گمان میکرد خیلی به زودی روسیه رو خواهد گرفت و در رادیو هم اعلام کرد که آقا ما گرفتیم دیگه، داریم فقط زبط میکنیم، جمع و جور میکنیم، ماپ اپ میکنیم به قول این جای ها. گوه این اهالی روسیه رو که اینا بردگان ما خواهند بود، اونقدر به اینا سواد یاد بدید که فقط این علامت رانندگی رو بلد باشن. فاشیست وحشت داره از اطلاعات. فاشیست میترسه از نقد، بر نمیتابه. این خاصیت فاشیسمه. و البته فاشیست رهبر مرکزم هست در این حال. اون هیتلر میدونه قدر خیلی کوتاهی داشت، بعد دوربینا رو میوردن با زاویه پایین که قد این مردک رو خیلی بلندشون بدن. این فیلم بردار خیلی ماهری هم داشت، خانمی بود که فوت شد. هر سال که در نورنبرگ مکه نازی ها و محل تولد نازی ها میمارن، این آقای هیتلر که میاد پوتین های بلند جلو کلاش هم بلند میگیره دوربین از پایین که ماشالله خیلی رشید. برای استالین هم همین کار میکردن، طرح دیوارا رو کوتاه میکردن که از این تصویر این آقا از دیوارا هم بلندتر باشه. کسی جرأت نمیکنه آقا به فاشیسم آقا شما نقد بکنید، میسر نیست چنین چیزی. میترسن از زبان سیمین، میترسن. واقعا بپرسیم که چرا مانع خروج این بانوی بزرگوار هستن از کشور، که دوستان خود رو ببینه، که در واقع گردشی بکنه و هموطنان و دوستدارانش رو ببینه. میترس از سخن او، میترس. فاشیسم دیگه. خب اجازه بدید که حالا یک چیزی هم عرض کنم خدمت شما قبل از شعر حسین بینو بخونم. اینی که حافظ اسد در یک مصاحبه با یک تلویزیون ایرانی گفته است که مشکلات سوریه راه حل خارجی ندارد، راه حلش داخلیه. ترجمه حرفش اینه که آقا دخالت داخل بذاریم ما اینا رو بکشیم. قبلا هم اینجوری شده، مرحوم پدرم یک روز 25,000 نفر رو در همین هومس کشت. آقا ما عذاب تکون نخور، چرا نمیذاریم ما کارمونو بکنیم؟ چرا دخالت میکنیم بذاریم ما اینا رو بکشیم؟ آقا ما بمانیم. اما همه فاشیستای عالم در حال رفتن هستن، جای دیگه برای فاشیست نیست در این جهان، جای برای فاشیست نیست در این دنیا. راه حل خارجی رو نداره، فقط راه حلش داخلیه. یعنی آقا بکشین کنار بذارین من میدونم. و اینا یه مش میدونن که فاشیسم همیشه خودی و غیر خودی داره، هر که با ما نیست بر ماست. اینم خاصیت فاشیسمه. بفرمایید، مطالعه بفرمایید، معلوم میشود اون گروه مخصوص رو میگه. خب اجازه بدید که بخوانم. تشنگان را نوش بارد به هاشم جاوید. سیمین تقدیم کرده، میگوید تشنگان را نوش بارد شاخه نقل ترم، خستگان را سایه آورد چتر شادی گسترم. سنگسارم میکنند و میوه باری میکنم،
شاخسارم میبرند و شرمساری میبرم، هر زمانم هر زرویی با زبانی همچو خار، گوید اون لعنت که خواهد تا چه گوید داورم، با دل همخانگان یک آسمان بیگانم، شاید از سیاری در کهکشانی دیگرم، همچو برگ بید و بیخ کاسنی تلخم، لیک تلخشان بیرون نکرد آسیب تب از پیکرم، برترم توفان وزان و من درختی استوار، کف زنان شادی کنان هر شاخه بازیگرم، گر بسوزند استخوانم در نیستان همچنی، گوید از ایشان گذشتم ناله خاکسترم، هر که دارد تیر زهرالوده از کین یا حسد، گویمش اینجا نشان اینک دلم اینک سرم، چشمه لغزان به سنگم خاطری روشن مرا، دادی یارب که از سنگین دلی ها بگذرم. از مجموعه اشعار بانو سیمین بهبهانی بر نمجا. خب امشب یک کتاب مستطابی به دست من افتاد از اون دوستی که این کتاب رو برای من فرستادن، بسیار سپاسگزارم. کتاب ها بسیار از که آمده است، این اولین است که من باز میکنم، به نام آذربایجان و اران آلبانیای قفقاز، نوشته عنایت الله رضا. این مرد دانشمند بزرگ، به طوری که دوستان گفتن برادر آقای پروفسور رضا باستی باشد. من یک اشاره به بیوگرافی این مرد بزرگ میکنم. این بهترین تحقیق است که من دیدم در باب این آذربایجان جعلی. آذربایجان جعلی رو که میدید کجاست که؟ خب بله، تا این در این وقتی که هست قبل از که با آقای عرصی صحبت کنیم، من یک چند صفحه از این کتاب خدمتتون میخونم و بعد به نوبت در بقیه شبها مطالب این کتاب بسیار 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 مهم هست برای دوستانی که این مطالب رو نشنیدن. میگوید که ایشون در سال 1299 در رشت متولد شده و در اونجا تحصیل کرده و در تهران ادامه داد و به سال 1322 دوره دانشکده را به پایان رسانید و به سبب فعالیت‌های سیاسی مدتی را در زندان و تبعید به سر برد و سرانجام به سال 1325 ناگزیر از جلای وطن شد و به اتحاد شوروی سفر کرد. در اتحاد شوروی نخست در رشته علوم اجتماعی از دانشکده حزب کمونیست فارغ التحصیل شد و سپس به گذراندن دوره دکترای فلسفه پرداخت و به سال 1335 یعنی در واقع در 36 سالگی دوره اون را به پایان رسانید. وی در باکو و مسکو مدتی به کار ترجمه اشتغال داشت. شهریور سال 1336 به جمهوری خلقشی سفر کرد و تا مهر ماه 1338 در آن کشور اقامت داشت و به کار تحقیق و ترجمه پرداخت. سال 1338 به مسکو بازگشت و تا سال 1346 در آن شهر به کار تحقیق و ترجمه اشتغال داشت. در سال 1346 تا اواخر 47 در پاریس اقامت گزید و در اونجا نیز همچنان به کار تحقیق و ترجمه پرداخت. پس از اون به میهن بازگشت. عنایت الله رضا سالهاست که به کار تألیف و ترجمه اشتغال دارد. وی در زمینه ایران شناسی و علوم اجتماعی دارای تألیفاتی است که بعد تألیفاتش نام برده، بیشتر در باب تاریخ و این چیزاست. در پیرامون آذربایجان، آذربایجان اران ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، کمونیسم و دموکراسی، مارکسیسم و ماجرای بیگانگی انسان. عنایت الله رضا در رشته ایران شناسی و علوم اجتماعی به ترجمه آثار متعددی پرداخته است که از اون جملن و نامهای اینا رو بردن. و بعد میگوید که ایشان سالها استاد دانشگاه بوده، تدریس فلسفه و علوم اجتماعی میکردن و راست از این قدر. حالا اینجا عرض شود که ما میپردازیم به بخش نخستین. قابل توجه پانترکیست های عزیز و محترم، حالا ما هر موقع اینجا بشینیم بالاخره یه عده باید از ما برنجن، نمیشه که نرنجن که. چالش هم این مقداری شکنجه است آقا، شکنجه. افشارتوس یادتونه؟ حالا ببرن 4-5 ناخون ما رو بکشن شاید دیگه از این حرف نزن. شکنجه جلو، آقا شکنجه خوبه، جلو همه چیزو میگیره، راحت.
سربریدن البته شکنجه بهتره. خب پیش گفتار ماه جوان سال 1918 سران حزب مساوات دولتی در قفقاز پدید آوردند و نام بخشی از سرزمین مذکور را که بران فرمان میراندن جمهوری آذربایجان نامیدن. یعنی چه سالی؟ سال 1918 آذربایجانی وجود نداشتی در شمال عرص، آذربایجان جعلی ساختن به سال 1918. خب یعنی کمتر از 100 سال پیش. حزب مساوات که عنوان اصلی اون حزب دموکراتیک اسلامی مساوات بود به سال 1911 میلادی در شهر باکو تأسیس یافت، یعنی قبل از انقلاب مشهور روسیه. هدف این حزب ایجاد کشور اسلامی بزرگ و واحد تحت رهبری ترکان آسیای صغیر بود. اون جهان رو بگیرن و چیکار بکنن؟ که کشورهای جهان رو اسلامی بکنن. همین آرزوی برنیاورده دیری. حزب مذکور که از سیاست پانترکیست ها پیروی میکرد، اینا ریشه های آذربایجان جعلی است عرض میکنم، از کجا آمده خیلی خیلی مهم است، خواهش میکنم حوصله بفرمایید. خب میگوید که بله، حزب مذکور سیاست پانترکیست ها پیروی میکرد و طرفدار وحدت همه ترکی زبانان جهان در ملتی واحد بود، در ماه جوان سال 1917 به حزب فدرالیست های ترک پیوست و با حزب مذکور کنگره متحد ترتیب داد. در نوامبر سال 1917 نخستین کنگره حزب مساواتیان قفقاز برگزار شد و از این پس حزب دموکراتیک فدرالیست های مساواتی ترک نام گرفت. سابقه امره. حزب مذکور در ماه جوان 1918 استقلال بخش از قفقاز را زیر عنوان جمهوری مستقل آذربایجان اعلام کرد. حالون که نام این سرزمین هیچگاه آذربایجان نبود. حدود دو سال بعد در تاریخ 28 ماه آوریل سال 1920 دولت مساوات ساقط و منقرض شد و بولشویک ها قفقاز را به تصرف آوردند و دوباره سرزمین مذکور زمینه خاک روسیه گردید. در این روزگار دولت روسیه شوروی بر سرزمین قفقاز فرمانروایی یافت. دولت جدید روسیه شوروی که هنوز در آن زمان نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشور خود ننهاده بود، نام آذربایجان را همچنان بر بخش از قفقاز باقی نگاه داشت. پس از چندی جمهوری آذربایجان به نام جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان نامیده شد. جل در جل، جل اندر جل، دروغ اندر دروغ. در اون روزها گذاردن نام آذربایجان بر بخشی از قفقاز گفتگوهای بسیار پدید آورد و در ایران به ویژه آذربایجان اعتراض عده کثیری از میهن پرستان از جمله گروه دموکرات‌های آذربایجان، چون شادروانان شیخ محمد خیابانی، اسماعیل امیرخیزی، احمد کسروی تبریزی و بسیاری دیگر را سبب کردید و کار این اعتراض تا به اینجا کشید که گروهی به پیروی از شادروانان اسماعیل امیرخیزی و شیخ محمد خیابانی در صدد تغییر نام آذربایجان برآمدند. پرانتز به موقع به این نکته اشاره خواهد شد. اکنون 60 اندی سال از اون روزگار می‌گذرند. از مردان سیاسی و آگاه اون زمان شاید کسی زنده نباشد. سالها گذشت و ماجرا به دست فراموشی سپرده شد. اکنون کمتر کسی می‌داند که سرزمین ترکی زبانان قفقاز در گذشته نامی جز آذربایجان داشته و هرگز به این نام نامیده نمی شده است. با گذاردن نام آذربایجان بر بخش از قفقاز، اندیشه تازه نیز عنوان شد، مبنی بر این که گویا آذربایجان سرزمین نیست دو نیم گشته که بخشی در شمال و بخشی در جنوب رود ارس نهاده شده. کجای هستی؟ من آذربایجانی هم. کدوم آذربایجان شمالی؟ دکان این دروغ واقعا تاریخش هم مسخره است. خب نخست در قفقاز و پس آنگاه در ایران تنی چند از شاعران و نویسندگان از این جدایی ناله ها سر دادند و از روزگار گله ها کردند. چندی نگذشت که واژه های چون آذربایجان شمالی مخصوص سرزمین ترکی زبانان قفقاز است و آذربایجان جنوبی یعنی آذربایجان تاریخی و راستین، میگوید این استاد،
عنوان شد. برخی از مورخان نویسندگان شوروی در کتاب‌ها و نوشته‌های خیش این عنوان‌های مجعول و نادرست را چندان به کار گرفتند که نسل جوان ما از راه راست منحرف شد و از حقیقت ماجرا دور و بیخبر مانده است. بعد آذربایجان که کلمه فارسیه و سابقه شد این استاد میاره کردنش آذربایجان. بعد این دیکشنری نویسای غربی هم بعضی نویسندگان ایرانی هم دیدم که میگن آذربایجان. ما یه واقعا ننگ بزرگیست، نمیدونم به چه زبانی باستی این ننگ رو بیان کرد که آذربایجان تاریخی بشه بعد آذربایجان. نگاه کنی به این فرهنگ ها، بعضی از همین آدم های خود ما از فرط همق و گولی به قول قدیمی ها اینا به دام اونا افتادن، آذربایجان رو آذربایجان می نویسن. خب اینک برای جلب توجه خوانندگان، من میدونم این حرفا شنیدنش آسون نیست برای بعضی آدما به خصوص اون طرف عرس، ولی اینو باید گفته بشه و گفته بشه و گفته بشه و گفته بشه و گفته بشه تا دروغگوها بی حیثیت بشن. آذربایجان. اینک برای جلب توجه خوانندگان نمونه چند از عناوین و اصطلاحات مذکور را که در نوشته‌های مؤلفان شورای به چاپ رسیده و از سوی مترجمان ایرانی به پارسی برگردانده شده است ارائه می‌کنیم. شاخه‌های سلاله اشکانی در گرجستان خاوری و آلبانی آذربایجان شمالی که اکنون کمچراریز نیز مستقل گشتند. اینا بعد رفرانس داده که این مثلا دانشمندان همون شوروی سابق نوشتند. نقل قول: منازعه در دولت، منازعه دو دولت بر سر ارمنستان و گرجستان و آلبانی بخشی از آذربایجان بوده. نقل قول: بهرام هنگام مراجعت از متصرفات خاورخیش از آلبانی بر پرانته آذربایجان شمالی عبور کرد. در آلبانی آذربایجان شمالی واقعا ماساگتیان وجود داشتند. امر الحاق ارمنستان خاوری به آذربایجان شمالی به روسیه نقش مترقیانه داشت. چون که خوانندگان توجه دارند، نخست بخشی از قفقاز آذربایجان نامیده شد و متعاقباً دو اصطلاح آذربایجان شمالی و آذربایجان جنوبی پدیدار گشت. البته این پایان ماجرا نبود. چندی بعد مؤلفان شوروی اعلام داشتند که آذربایجان هیچگاه بخشی از ایران نبوده و به طور موقت و در نتیجه اردوکشی‌های استیلاگرانی ایرانیان توسط اونها اشغال شده است. همین مهملات و لاطائلاتی که یه آقای میگه که دوستان آقای آل احمد و بچه‌ها نشون دادن در این صحبتی که ما داشتیم راجع به هویت ملی، یه آقای استادی میگه من معذرت میخوام که به زبان اشغالگران فارس دارم صحبت میکنم اینجا. شما عزیزم توبرتو بردار برو آذربایجان شمالی. ایران که مال تو نیست که، پدر جان که مرداری بیم، ملک مشاع مردمه. این خطه متعلق به این 70 میلیونه. شما تشریف ببرید، خیلی ناراحت هستید، میتونید تشریف ببرید. حال اون که در سراسر طول تاریخ و در هیچ یک از آثار مورخان قدیم و جدید حتی یک اشاره به چنین اردوکشی استیلاگرانه نشده است. ایرانیان استیلاگر معرفی شدن تا از این رهگذر ارتش روسیه تزاری پرانتز یاری دهنده و رهایی بخش معرفی کردند. حال اون که لنین بارها تزاریسم روسیه را ستمگر به نسبت به ملت‌های غیر و کشور روسیه تزاری را زندان ملت‌ها نامید. نگارنده چون اشتیاقی به ورود در مسائل سیاسی ندارد، تا اونجا که میسر باشد از این مقوله در می‌گذرد و به بررسی مسائل جغرافیایی و تاریخی آذربایجان و سرزمینی که در شمال رود ارس نهاده شده و جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان نام گرفته است می‌پردازد. باشد که این مختصر بتواند زمینه‌ای برای روشن شدن برخی ابهام‌های موجود فراهم آورد. از کتاب آذربایجان و عراق. خب حالا میام سر بخش نخست. اینا از مسائل اساسی میهن ماست هموطن، اینها مسائل اساسی است. حالا بعضی دوستان ما آقا یه حزبی درست کنیم فلان، نه، کار ما این است که اطلاعات تا اونجایی که میتوانیم مردم خودمون رو که وقت و فرصت پرداختن به این چیزا دادن مطلع بکنیم. این بزرگترین کار، این کار
خب در باب نام اینجا صحبت بشه، در این چند دقیقه که بخص من میخونم. سرزمینی که 60 تا اندی سال قبل جمهوری آذربایجان و پس آنگاه جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان نام گرفت، در روزگار باستان آلبانیا نام داشت. یعنی منطقه را قدیم میگفتن آلبانیا، اینجا که میگن حالا آذربایجان شمالی. مورخان و جغرافی نگاران باستان پیرامون این نکته مطالب نگاشته و سرزمین آلبانیا را غیر از آذربایجان آستروپاتن دانستند. منم عرض کردم بارها خدمتتون که مورخان اسلامی از طبری گرفته دیگران، وقتی خلفای عرب حاکم میفرستادن، حکومت اران که در شمال رود ارس بود با حکومت آذربایجان کاملا جغرافیدانان ایرانی همه این رو یک نقطه دیگری با نام دیگری نام بردن. هرگز و هرگز شمال ارس آذربایجان نبوده. ولی شما نگاه به تاریخ ها بکنید، نمیدونم از مقدسی و طبری و غیره و اینها جمعاً بر این هستن که دو حاکم میفرستادن، یکی در آذربایجان حکومت کنه، یکی در اران. خب برای روشن شدن مطلب نخست میبینیم نام آذربایجان از کجا آمده است. در آغاز نوشته دانشمند گرانمایه شادروان احمد کسروی تبریزی، من خیلی خوشحالم که این تبریزیش هم اضافه کرده که بدانیم چه کسی و از کجا چنین تحقیقی کرده، را در پیرامون نام آذربایجان از نظر خوانندگان می‌گذرانیم. وی ضمن بحث پیرامون نام آذربایجان چنین آورده است: این نام از 2000 سال پیش یکی از مشهورترین نام‌های جغرافی ایران و در هر دوره با یک رشته حوادث مهم تاریخی توأم بوده است. آذربایجان و آذربایگان و آذربادگان هر سه شکل در کتاب‌های فارسی معروف است. فردوسی آذرآبادگان نزد نموده است: به یک ماه در آذرآبادگان ببودند شاهان و آزادگان. تازیکان آذربیجان می‌خواندند. به جهتی که در تلفظ عربی می‌دونی گاف نداریم. خب مثل گرگان که میگن جرجان. تازیکان آذربیجان می‌خواندند، در کتاب‌های ارمنی آذربایجان و آذربادغان هر دو را نگاشتند، در کتاب‌های کهنه پهلوی آتورپادکان است، آتورپادکان. درباره پیدایش نام آذربایجان آذربایجان نوشته استرابو جغرافی‌نگار معروف یونانی، بله از همه بهتر و راست‌تر است به نوشته او، چون دور پادشاهی هخامنشیان به پایان آمده، الکساندر مقدونی که منظورش مسدونیا، الکساندر مقدونی، اسکندر مقدونی بر ایران دست یافت. سرداری به نام آتورپات در آذربایجان برخاست، اون سرزمین را که بخشی از خاک مادان و به نام ماد کوچک معروف بود از افتادن به دست یونانیان نگاه داشت و اون سرزمین به نام آتورپاتکان خوانده شد. ابن فقیه نام آذربایجان را پدید آمده از نام آذرباد پسر بیوره است دانسته است. شادوان کسروی ضمن بررسی نام آتورپات واژه آتور را همان آذر یا آتش و واژه پات را که بعدها به صورت پاد و باد در آمد به معنای نگهبان دانسته است. تا پایان عصر ساسانیان این نام در ایران رایج بوده است، چنان که یکی از موبدان مشهور آذرباد مراسپندان یا آذرباد مهرسپندان نام داشته است. این شخص وزیر شاپور دوم شاهنشاه ساسانی و یکی از مفسران اوستا بود. نام این موبد به صورت آترپات مانسارسپندان نیز آمده است. دیگری حکیم و دانشمندی به نام آذرباد زراستان بوده که به روزگار وهرام پنجم یعنی وهرام گور شاهنشاه ساسانی میزیسته است. واژه کان که بعدها به صورت گان تلفظ میشد و در زبان ارمنی صدای میان کاف و گاف دارد، پسوندی است که به آخر نامهای شهرها و روستاهای ایران بسیار آمده است، چون اردکان، هیرکان، گرگان، بیلقان، دیلمقان، بازرگان، ارزنکان، ارزنجان و غیره. بدین روال سرزمینی که نام آتورپات به خود گرفت آتورپاتکان و بعدها آذربادگان و آذربایگان نامیده شد. تازیان چون قادر به تلفظ حرف گاف نیستن، گاف را به جیم بدل کردن و سرزمین مذکور را آذربیجان
نامیدن، از این رو نام آذربایجان به صورت آذربایجان تلفظ شد که اکنون نیز مصطلح است. ممکن است این پرسش پیدا که چرا آذربایجان با آذربایجان بدل شده و جای حرف دال را حرف یه گرفته است. شادمان احمد کسروی طی بحث پیرامون این نکته موضوع را روشن گردانیده و چنین نوشته است: در آذربایجان گاهی نیز دال یه میگردیده، چنان که ما اون را در خود نام آذربایجان که نام آتورپادگان بوده و همچنین در کلمه مایان که بیگمان مادان بوده میبینیم. چنان که بیشتر اشاره شد، سرزمین آذربایجان که بخش از سرزمین ماد بزرگ بود، ماد کوچک یا ماد خرد نامیده میشد. پس از اون که نام آتورپاد بدون افزودگش با این همه نام کهن اون ماد یک باره برداشته نشد و در نوشته‌های مورخان جغرافیدانان باستان به صورت مات آتروپاتن که شکل یونانی نام ماتا مادا ترپاتکان است خوانده شد. این نام گاه به شکل مادا تروپاتن و گاهی به صورت آتروپاتن آمده است. آکادمیسن واسیلی ولادیمیر بارتولد، خاورشناس بزرگ روس، در پیرامون نام آذربایجان چنین می‌نویسد: پیش از حمله اسکندر مقدونی، آذربایجان ایران بخشی جدایی ناپذیر از سرزمین ماد بود و سیستم اداری جداگانه‌ای نداشت. هنگام پیکار گوگمل، نو تلفظش رو ببینم چگونه است، خب بله، آتروپات ساتراپ سراسر ماد بود. پس از اسکندر بخش از سرزمین ماد همچنان در اختیار آتروپات باقی ماند که ماد خرد نامیده میشد. بعدها نام آتروپات بدان افزوده شد. یونانیان این سرزمین را آتروپاتن و ارمنیان آتروپاتکان نامیدن. نام آذربایجان از همین جاست. بسیار به حوصله شما سر نرود، ما این کتاب رو در صفحه 15 می‌بندیم، بقیه مطالبش رو در شب‌های دیگر برای شما خواهم خواند. تحقیق بسیار بسیار جالب و جذابی است. این دومین تحقیق خوب هست که من دیدم در باب آذربایجان راستین و آذربایجان دروغین و جعلی، و مطالب هر دو جالب بود. این یکی به نظر من محققانه. خب در باب کتاب آقای عنایت الله رضا صحبت کردیم. آقای عرسی هم رو خط هستن. آقای عرسی درود بر شما. درود بر شما آقای مشیری و درود بر بینندگان برنامه شما جناب. آقای عرسی من بیاد دارم شما در باب این استاد، من و شما یک صحبتی کردیم، شما فرمودید که سرانجام قدر این مرد بزرگ رو شناختن و براش بزرگداشتی گرفتن و عده پانتورکیز او رو خائن خواندن. برای من جالب بود که این کتابی که در واقع مؤلفی که نامش رو بردید، شما مدتی پیش با هم صحبت می کردیم، همون کتاب رو برای ما فرستادن. این ماجرا در کجا بود و چگونه بود اون داستان؟ بله این چند سال پیش بود جناب مشیری، این از طرف نشریه نگاه نو تا اونجا که من یادمه و با کمک همین آقای علی دهباشی که بله بله پیش قدمن در بزرگداشت بله شخصیت‌های فرهنگی سیاسی زحمتکشان فکری کشور ما، یک ویژه‌نامه‌ای در آمده بود در ارتباط با آقای عنایت الله رضا، استاد عنایت الله رضا، و بسیار از ایشون قدردانی شده بود. افراد مختلفی مقاله نوشته بودند نقش ایشون رو در روشن کردن سیاست شوروی سابق نسبت به اقوام ایرانی، تلاش‌های اونا برای تجزیه آذربایجان و ترکیب ایدئولوژی پانترکیستی با ایدئولوژی استالینیزم که در واقع در این اران که حالا اسمش رو گذاشتن آذربایجان قلابی در باکو به وجود آمده بود، ترکیب این دوتا رو، این ترکیب ایدئولوژی استالینی با ایدئولوژی پانترکیسم رو عنایت الله رضا به خوبی تونسته بود در مجموعه مقاله، سخنرانی ها، کتاب های مختلفی که نوشته بود به روشنی بیان بکنه و بشناسونه اینها رو. و واقعا پیش از او آقای مشیری عزیز واقعا گمان من این است که کسی چنین کار نتونسته بود انجام بده. درسته که کسروی بزرگ در شناساندن نام اران و اینکه
چه دروغ بزرگی گفته شده اونجا و چه فریبکاری صورت گرفته و قصد سیاسی در این مورد وجود داره که انجام دادن. شما میدانید ملک شعرهای بهار نشریات ملی در اون بله معترض شدن، بله جمهوری آذربایجان تشکیل شد با نام جمهوری اسلامی آذربایجان، اونا موقع اخطار دادن گفتن که این نام قلابیه و شما سوء نیت دارید با چنین کاری که کردید. منظورم که شناخته شده بود ولی هیچ کس نتونسته بود به اون وسعتی که آقای عنایت‌الله رضا این خطر رو که از اون طرف داشت می اومد و پنهان بود برای خیلی ها اون بتونه نشون بده و به همین جهت از یه بزرگداشتی انجام گرفت و پان‌ترکیستا و جریانات منحرف در هر حال چون ویژگی کارهای اوناست دیگه، فاشیستن جای مشیر بله. جسمه این حالا ناسیونالیسم افراطی چه به شکل سراسری چه به شکل منطقیش در هر جا که شکل میگیره فاشیسمه بله. اونم این فاشیستای پان‌ترکیست اینا چون قدرت مقابل منطقی با عنایت‌الله رضا رو نداشتند شروع کردند انگ زدن و پشت دادن و توهین کردن و که ایشون ساواکی بوده و مزدور بوده و چنچن از این حرفایی که اساسا سبک فرقه دموکرات بود، سبک پان‌ترکیستا بود که با هر کسی اینا مخالف بودن شروع میکردن انگ زدن و برچسب زدن و توهین کردن. ولی او ثمره ای نداد. خیلی هم برداشته بودن در همین سایت های خارج کشور آقای مشیری مقاله نوشته بودن و اعتراض کرده بودن به نشریه نگاه نو در ایران که شما چرا یه آدمی که با رژیم پهلوی در ارتباط بود برای دانشگاه های دوره محمدرضاشاه کار میکرد شما چرا بزرگداشت گذاشتید برایشون؟ عجب این چنینی دیگه توهین و اعلان اینا که خوشبختانه قدر ایشون به نظرم از نظر کسانی که بالاخره اهل تحقیق هستن دانسته است و امیدواریم که بیشتر آثارشون خونده بشه و چون الان به ویژه های مشیری که این درگیری بین ایران و این مثلا جمهوری آذربایجان و باکو و غیر و غیر روز به روز در حال تشدیده الان ما بهتر میتونیم ارزش کارهای عنایت‌الله رضا رو در واقع درک کنیم. جالبه در این نوشته هایی که من دیدم از جناب آقای دکتر هیئت گرامی نامی از تقی‌زاده، نامی از کسروی، نامی از دانشمندان وطن دوست آذربایجان مطلق من ندیدم تا اون تعدادی که دیدم نمیدونم حالا. نه خیر آقای مشیری هیچ کدوم از این نام‌ها نیست و از همه ببینید آقای مشیری دو تن از شخصیت‌های بزرگی که مال اون سو بودند یکی صابر گرانقدر بله صابر بود یکی دو مرتبه یه اشاراتی بهشون کردند و رد شدند. صابری که روشنگر بود، دلاغاخ بود، یک فرد متجددی بود، آزادی خواه بود، دموکرات بود، واقعا یه چلچراغ بود به تعبیر بسیاری از هنرشناسان و کسانی که آگاهی دارن از وضع روشنفکران قرن 19 و اوایل قرن 20 این منطقه میدانن که صابر چه نقش عظیمی در روشنگری داشته. ولی از ایشون نامی به زبان نمیاد. چرا که ایشون منتقد پان‌ترکیستا بود. آقای مشکی اصلا یه شعر بزرگی داره حمله میکنه به این ترکبازی و این قضایا که آقا این چرف از شما دارید میزنید، کار شما در تاریخ به جونم افتادن و اینو کوبیده و اینو کوبیده، اینا بیایید به منطقه به مسیر انسانیت، به مسیر دموکراسی، بیایید به مسیر مدرنیته. و در ضمنشون تمام حرفش دفاع از دموکراسی، از برادری، وحدت عالم انسانی و در جریان درگیری هایی که بین ارامنه و ترک ها وجود به وجود آمده بود میدانیم که ایشون بارها بنده اینو عرض کردم در خدمت حضرت عالی آقای مشیری که این صابر اون شعر معروف بین الملل سرود و گفتش که ارمنی و مسلمان یا آذربایجان ما برادر هستیم با هم اصلا چه معنا داره و این جنگ نتیجه جهالت نتیجه افراطگری است که در دو طرف به وجود اومده. خب اینجور برداشته ها خوش نمیاد برای یه آدمی مثل آقای دکتر جواد هیئت و طبیعیست که از ایشون مثلا اسمی نبرن. غیر از این آقای مشیری از آخونزاده شما میدانید که ایشون با
بزرگترین فیلسوف و متفکری هستش که 200 سال پیش که الان هم 200مین سالگرد تولدش هستش. ایشون خب بزرگترین نقش رو در بیداری ایران، قفقاز، مناطق مسلمان نشین داشته، در غرب آسیا نقش ایشون اصلا گفتگو بر نمیداره. بله. اما چون ایشون ایران دوست بود، عاشق ایران بود و عرض کنم که میدانید حتی اون نماشنامه های نام که به زبان ترکی نوشته بود، قصد او دفاع از ناسیونالیسم ترکی نبود، چون که به فارسی هم که مینوشت قصد او دفاع از ناسیونالیسم نبود، اصلا چنین موضوعی در کار او نبود. به ترکی نوشته بود اون نماشنامه ها رو اینا رو، مال این بود که میگفت ما باید به زبان توده مردم صحبت کنیم تا اونا رو بیدار بکنیم. بله. ولی همیشه شعارش این بود که من ایرانیم، به ایرانیت خودم افتخار میکنم. بله. و تمام مسئله او رشد و توسعه بود، از کنم که توسعه فکری مردم این منطقه، توسعه سیاسی مردم این منطقه بود و عاشق این بود که ایران رو سرافراز ببینه و این ملت ها رو خوشبخت ببینه. اما خب از ایشون هم نام اینا نمیبرند. بله. وی چنین فرد نیست. اما میرن آقای مشیری، همین آقای دکتر جواد هیات، در یکی از این مقالاتشون اشاره کرده بودن به یک داستانی که داستان جنگ ها و سرود های دوران چنگیزخانه، اون رو به عنوان فرهنگ آذربایجان برداشته در وارلغ نوشته. وای 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 وای. بله. بنده یه روز فرصت باشه در یکی از این، نه یه آقای عرسی دیدم یه مقاله نوشتن و اینا که بله ما همین ما چنینیم و چنانیم و اینا و ما قصدی نداریم و بعد یک مرتبه میگه پدران ما با ایرانیان همه با همین مملکت رو نگه داشتن. یعنی چی؟ یعنی هسته ما جداست، ما ایرانی نیستیم. خیلی عجیبه واقعا این مرکارش، من نمیدونم. بله یه چنین کارهای های مشکی انجام میدن با اون جمعی که با اونا هست. متاسفانه اکثرشون خب تو چنین مسیری هن دیگه. مثلا آقای مشیری یکی از نوشته هایشون واقعا بنده این شماره ها رو دارم، از که ادامه رو فرصت باشه من اینا رو با شماره و صفحه و اینا براتون میگم و میخونم اینا، باید جالب باشه. من نوشته که مردم آذربایجان، مردم ترک آذربایجان در بزرگی این مردم همین بس که خدمتگزاران بزرگی به تاریخ ایران، به تاریخ دنیا تحویل دادن. حالا این خدمتگزاران بزرگ رو آمده اسم برده رو کرده، از کنم که فارابی و از کنم ابن سینا و بعد اومده مولوی و چوکی علی خامنه ای آی ماشین قاتل مردم منطقه، قاتل مردم آذربایجان، قاتل مردم ایران، به عنوان افتخار مردم آذربایجان معرفی کرده. خب آخه واقعا این هیئت اینا رو نوشته. وای نه آقای ماشین، من اینا رو براتون دفعه آینده در برنامه قبلش بفرمایید، من میرم با شما براتون. فاجعه است، مقالطات رو ببین، فارابی، ابن سینا، شبستری، نمیدونم یه ستار خان، باقر خان، بعد آمده تمام شد، بعد علی خامنه. علی خامنه قرار گرفته در کنار بیرونی و عرض کنم که فارابی. خب بله دیگه، عاقبت فاشیسم، تفکرات قوم‌پرستی یا نژادپرستی، بالاخره عاقبتش میرسه به این جنون و دروغگویی و این اختلالات ذهنی که شاهدش بودیم در حقیقت. ولی هیچ کدوم من آقای عرسی با این همه شاعران فحل و بزرگ که در اون منطقه بوده، که یکیش خاقانی بوده و نظامی، این داستان فضولی من خیلی اذیت کرد. خیلی مضحک بود این فضولی، بسیار مضحک بود. اون بوده دیگه آقای مشیری، روزه خون بوده سر. بله، فضولی بغدادی. بعد شرح حالش من پیدا کردم که از منصوبان سلیمان قانونی بود و در بغداد هم دیگه اصلا فضولی بغدادی است، به آذربایجان هیچ نسبتی نداره اصلا این مرد. اصلا آقای مشیری، من تمام آثارشون رو راستش خوندم حقیقت. اصلا اسم آذربایجان شما اونجا پیدا نمی‌کنید. مطلق ما که ندیدیم در این اشاره کردید. اصلا آذربایجان ندیده، اونجا از طایفه بیات بوده ایشون، در کربلا متولد شده، در اون راهو شده، از کنم که از ستایندگان شیعه دوازده امامی بوده. بله. ولی از ستایندگان سلطان سلیمان قانونی بوده. بله. عرض کنم که یک چیزایی واقعا درجه چهار سرود، درجه چهار هم به حساب نه، واقعا مسخره، خیلی خنده آور بود. بله، به فارسی و عربی و ترکی به هر زبان گفته.
خیلی شعرهای سست، اصلا بیپایه، خیلی 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 ضعیفه. فقط چون مثلا به زبان ترکی سروده که مثلا اون ترکی در آذربایجان هم صحبت میشه، شده ایشون شاعر آذربایجان. ترکیش هم آقای عرصی من خوندم، ترکیش هم 30-40% لغات فارسیه، ترکیش هم همچی ترکی نیست تمام. یعنی شما خود همون شعر ترکیش هم شوخیه واقعا. بس 4-5 تا شعری که داره که همچه بد نیست، و هر کسی بخواد بالاخره شعر بگه، 1000 تا شعر آدم بگه 4 تاش بالاخره ممکنه درست در میاد. بله دیگه، این چه ممکن شاهکاری نیستش که چنین چیزی اینا. ولی بقیه اشعارش هم که همون کلیات شما نگاه بکنی و اشعاری که ترکی گفته اونا هم در فارسیه، تمام اون موجودات شعری حافظ بله که به کار برده شده دیگه، اونا رو خود شما استادید و به نظر میدید، همه موجودات شعری رو آورده اینا در اشعار خودش به کار برده، اونم با بسیار بسیار معانی بسیار بسیار با اینا. منتها این خودش بیانگر این استش که یک مردمی رو که مردم به اصطلاح منطقه اران که امروز نام قلابی آذربایجان رو خودشون گذاشتن، مردمی که از این گذشته پر افتخار فرهنگی برخوردارن، بله دستی دستی براشون ملت سازی بکنی و دروغ بخوای درست بکنی، خب طبیعیه که بایستی از نظامی گنجوی ببری، از آقانی ببری، به فضولی ببری، بیایی بچسبی به فضولی و نمیدارم عاقبتم به سروده های اصل چنگیز خان به عنوان افتخارات گنجینه های فرهنگی مردم آزم. مصیبتیست آقای عرصی، مصیبتیست. چقدرم شما رو دوست دارن آقای عرصی، این دوست برای لطف دارن اینا، لطف تا دلتون بخواد آقای مشیری، عواملشون دروغ درست میکنن، پخش میکنن این ور اون ور، و ما هم عادت کردیم دیگه، عادت کردیم اینا. از زمان بنده از زبان خود ایرج اسکندری شنیدم، مرحوم دکتر ایرج اسکندری سال 1162 که تشفا آورده بودن فرانسه و اون کتاب در تاریکی های هزارها رو دوست عزیز بنده آقای ضیاءالصدر اشرافی و نوعی تصدیقاتی در اون کار انجام داده بودن، ما هم یه فرصتی شد ایشون رو دیدیم. ایشون یکی از حرفایی که میداد این بود، میگفت فرقه دموکرات کارش توی حزب توده هم این بود که با هر کس که مخالف میشد بدترین توهینا و بدترین نسبت ها رو به اونا میدادن. اینا روششون در مقابل با رقبا و مخالفین خودشون تحقیر و توهین و اتهام و بله سوستادن این کارا بود که این هم کماکان ادامه دارم میدن. عجب داستانی شد. بسیار خوب، بسیار بسیار شیرین و جذاب بود این گفتار شما در باب این پانترکیستا و این دوستان عزیز. باری آقای عرصی، یک صحبت مختصری کردیم بعد از ظهر روی تلفن در باب اون هیئت بین المللی که در تهران جمع آمد و اون سخنی که اون معاون رئیس جمهور گفت خیلی خیلی حیرت انگیز بود. آقای عرصی این داستان چگونه است واقعا؟ بله خیلی آقای مشیری، الان با سابش در این نشریات بین المللی هم هست. حقیقتا من به عنوان ایرانی خجالت میکشم آقای مشیری، همه مسائل یک طرف و انسان خجالت میکشه. برای جلسه ای بود که در تهران 3-4 روز پیش، همین هفته ای که در حال پایان گرفتنه، جلسه سر سازمان ملل متحد کمیته ضد مواد مخدر و ضد به اصطلاح جنایت و کرایم که در ایران تشکیل شده بود و نمایندگان کشورهای مختلف در تهران جمع بودند. و جالبه که اینا جلسه رو آقای مشیری با ستایش از ایران شروع کردند. بله این کمیته مبارزه با مواد مخدر، چون فراموش کردم که نام ایتالیایی داره، ایشون گفته بود که ما ستایش میکنیم ایرانو که سالیان درازی است کشته ها میده، پول خرج میکنه، چقدر وقت گذاشته شده سر این قضایا، تلفات انسانی میده، مالی میده، تا جلوی پخش مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر رو از طریق افغانستان بگیره. بله و شروع کرد من ستایش کردن. و شما میدانید که در این کنفرانس های مختلفی هم که در ارتباط با قضیه هسته ایران تشکیل میشه، یکی از نکاتی که ایران به عنوان برگ برنده در دست داره و در مذاکرات از اون استفاده میکنه برای جلب اعتماد،
این استش که ما این خدمت بزرگ داریم انجام میدیم که در مرزهای شرقی خودمون در مقابل قاچاقچیان افغانستانی که کانون اصلی قاچاق مواد مخدر است ایستادیم و مانع بدبختی و فساد هرچه بیشتر جوانان غرب به خصوص اروپا شدیم. بله. این مورد تایید جهان غرب هم هست راستش، به حتی حاضر شدن به ایران کمک مالی کنن، میلیون ها دلار به ایران کمک بدن، کمک های فنی بکنن تا ایران بتونه این مبارزات خودش رو علیه قاچاقچی‌ها جلو ببره. گویا که تو خود این حاکمین کلی قاچاقچی مواد مخدر داره، ولی به هر حال این جریان هم هست. اما در یک چنین جلسه‌ای که جناب مشیری در تهران تشکیل شده بوده با از ایران هم این آقای رحیمی معاون احمدی نژاد رئیس جمهوری مثلا در اونجا شرکت کرده بوده، آقا وقتی که نوبت سخنرانیش رسیده گویا بعد از همین سخنرانی رئیس مبارزه با مواد کمیته مبارزه با مواد مخدر که سر سازمان ملل متحد آمده بوده، ایشون بلند شده شروع کرده یک صحبت غیر عادی که واقعا بنا به تعبیر یکی از این شرکت کنندگان غربی که در اونجا بوده، خون در رگ همه حاضرین در جلسه واقعا منجمد شده. چون این آقای رحیمی رفته اونجا گفته که بله این مواد مخدر که در دنیا پخش میشه عامل پخش این صهیونیست هستن، زاینیست هستن و بنا به تعالیم تلمود کتاب آموزشی یهودیان باید اساساً یهودیان با تمام مخالفین خودشونو در دنیا از بین ببرن. این هستش که الان به طور کلی این مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر در اختیار صهیونیست‌ها سر دنیا دارن فاسد میکنن. دلیلی هم که جناب مشیری آورده خیلی جالبه، گفته که برای اثبات نظر خودم دولت ایران حاضر جایزه بده به کسی که بره بررسی بکنه ببینه اگر تونست یک تونه یهودی معتاد به مواد مخدر پیدا بکنه ما به او جایزه میدیم. نتیجه‌گیری کرده که چون یک تونه یهودی معتاد به مواد مخدر وجود نداره، پس در دنیا کسانی که معتاد میشن عاملش یهودی هستن. وای وای وای، این نوع استدلال ایشون با این اصلا بوی سخنان هیتلر رو میده واقعا. بله دیگه آقای مشکل. بله. هیتلر دیگه این فاشیسمه. بله اینن، هیتلر هم همین حرفا رو میزد، دقیقا همین حرفا رو میزد. بله فاشیسمه اینا، این مثلا حرف هیتلر در همین کتاب معروف سایکولوژی فاشیسم و نازیسم. بله هیتلر صحبتش هم قضیه بوده که آقا تمام مفاسدی که در عالم هست ریشش یهودی هستن. بله دنیا این شمشیر رو که میگفت اینا بر گلوی مردم گذاشتن، خنجری که یهودی ها گذاشتن بر گلوی مردم دنیا، تا این صاحب خنجر رو نکشه از بین نبره نجات پیدا نخواهد کرد. این حرف این آقا همون قضیه است و به مراتب بدتر. بنده عرض میکنم جناب مشیری، کار به قدری خراب بوده که تمام نمایندگان شرکت کننده اونجا اولا تعجب کردن. یکی از نمایندگان بلند شده گفته که آقا اصلا وقتی که معاون رئیس جمهوری کشوری چنین حرف بیپایه و کثیف و فاشیستی و غیر انسانی رو که قابل تعقیب داره میزنه، ما چرا باید با ملتی به نام ملت ایران اصلا نشست و برخاست داشته باشیم؟ بله خیلی 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 زشت بود. و جالبتر آقای مشیری، خود هیئت ایرانی شرکت کننده در این جلسه برگشتن اونجا با نمایندگان کشورهای غربی سخن گفتن اصلا ما خودمون هم تعجب میکنیم، قرار نبود رئیس هیئت ایرانی این معاون رئیس جمهور ایران بیا چه این حرفایی رو بزنه. کار یعنی به اینجا کشیده های مشیری. این مثل یه کار انقدر احمقانه است که آدم فکر میکنه یک عمدی در کاره، مثلا یه کسی مثلا ببینید جناب مشیری، الان این قضیه که اتفاق افتاده شما نشریات جمهوری اسلامی نگاه بکنید، بنده اکثر اینا رو نگاه کردم، سکوت محضه. اولا سکوت محضه در ارتباط با سخنی که ایشون گفته. عرض کنم که و در خارج هم خب میدونید مثلا خانم هیلاری کلینتون صحبت کرده،
گفته که این آقای که این حرفا رو زده نشانگر این استش که جناح‌های جنگ طلب میخوان برنامه صلح و مذاکرات رو به شکست برسونن. به نظر من حرف بسیار درستی زده. از این طرف آقای لیبرمن، این وزیر امور خارجه دولت اسرائیل، صحبت کرده، گفته این حرفایی که معاون رئیس جمهوری ایران گفته، این تهمت وحشتناکی که به ما زده، برانگر این استش که ایران در هر حال به دنبال کارهای بسیار وحشتناکی است، اینا به دنبال سلاح هسته‌ای هستن و دنیا باید به خودش بیاد جلوی اینا رو بگیره. بله. درست بهشون نیست. خب من فکر میکنم که جناب مشیری دو تا واقعا اینجا نظر هست، دو تا صحبت هست در اینجا. ببینید، این ما نمیتونیم بگیم که مثلا ایشون این حرفو همین جوری زده دیگه. ببینید، این حرفایی که ایشون زدن دو تا نظر وجود داره که چرا این صحبت ها گفته شده. یکی این استش که به هر حال رأس بر این بوده همیشه در جمهوری اسلامی که هر وقت کاری انجام میگرفت که رابطه با غرب درست بشه یا به یه مسیر صحیح از گفتگوها بیفتن طرف ایران یا طرف های غربی، همیشه یک بازی در آوردن، یه توطئه کردن تا این برنامه رو به شکست برسونن. معمولا کسانی که این کارو کردن آقای مشیری یا افراطیون خود داخلی بودن یا عوامل خود خارجی ها، عوامل خود غربی و احیانا این جنات اطلاعاتی جهان غرب و اینا بوده، جنات افراطی اونا، که اینا این کارا رو انجام بدن که جلوی این عادی شدن و روابط بین ایران و غرب رو بگیرن. و هستالی خودتون مطلع هستید بهتر از من آقای مشیری، از بدو و تأسیس جمهوری اسلامی تا به امروز یکی از فاکتورهایی که در برهم زدن روابط ایران و غرب به خصوص ایران و آمریکا همیشه نقش ایفا کرده مسئله توطئه بوده. ببینید، من یکیش واقعا این رو با شما میتونم بشمارم. ببینید شما، همین سال اول انقلاب های مشیری وقتی قانون اساسی نوشته شد، نمیدانم کشور در مجلس به وجود آمد، کشور در آستانه انتخابات نمیدونم رئیس جمهوری بود، چی سال 58 اینا رفتن تا کشور داشتی آرامشی میگرفت و آرام آرام مذاکراتی بین ایران و آمریکا شروع شده بود زمان آقای بازرگان، رفتن اینا سفارت رو تصرف کردند. بله، همینجوره. بله، سفارت تصرف کردن، تمام بازی ها عوض شد. اصلا به طور کلی این اولین شوکی بود که درسته در رابطه بین ایران و غرب به وجود آمد. حیثیت انقلاب ایران از بین رفت و انقلاب اسلامی افتاد به مسیر واقعا تبهکارانه. بله. باز جنگ با عراق شروع شد آقای مشیری، میدانید که یواش یواش با شرکت عربستان یه ذره بوش میآمد که مثلا عربستان چون عربستان از پیروزی صدام حسین هم میترسید، از پیروزی ایران هم در هر حال در ترس بود، یه جور دوست داشت که این دوتا کشور یه جور به صلحی برسن، جنگ پایان بپذیره. درست در همون زمانی که عربستان داشت نزدیک میشد به ایران و حتی حاضر بود بخش از خسارات ایران رو بده که جنگ به اتمام برسه، یه عده رفتن همون در اون جریان براءت از مشرکین اون بازی مکه رو در آوردن. بله، براءت از مشرکین اون تظاهرات وحشتناک صورت دادن که در واقع دخالت در حاکمیت ملی کشور دیگری بود. حالا ما با عربستان موافقیم، با رژیمش مخالفیم، یه بحث دیگه است. بله. ملی که در حال جمهوری اسلامی انجام داد، جناب مشی، تجاوز به حقوق مردم دیگر بود. بله، دقیقاً. بله. و مضحک اینجاست که یه عده‌ای که به نظر اونا رافضی و خارج از دینن رفتن اونجا در بین مردمی که صاحب دین و سرزمین دین و در زادگاه دین اونجا براءت از اونا کردن، اونا رو مشرک خواندن. خنده آوره واقعا. حقیقتا خنده آور و آقای مشکلی جنایتکارانه است. بله. منطقه اون فضای انقلابیگری اون دوره اجازه نداد که این ماهیت جنایتکارانه این کار که روشن بشه که سنگ بنای دشمنی عربستان با ایران دیگه گذاشت دیگه. بله. از اون جریان اینها. بله. و اینا که الان این جمهوری اسلامی از دست عربستان و سعودی هم میناله، تاریخ رو از صفحات آخر شروع کرده، در صورتی که این تاریخ روابط ایران و عربستان یه صفحات اولیه هم داره آقای مشیری. بله.
بله. و این منظورم این استش که خب مثلا با اون توطئه جلوی عربستان سعودی رو برای یک نقش مثبتی ایفا بکنه و بین ایران و عراق و غرب صلح صورت بگیره چون گرفته شد. بعدا میدونید که مثلا بعد از پایان جنگ، جنگ ایران و عراق، باز روند گفتگوها بین ایران و غرب داشت آغاز میشد که ماجرای رشدی رو رفتن، رشدی بله درسته، را انداختن و اونجور ایران در دیده تمام روشنفکران دنیا بدنام شد، چون هنوز مثلا به رغم اون جنگ ها و سرکوبگری هایی که جمهوری اسلامی کرده بود، بالاخره بین روشنفکران چپ و مثلا به در بین اروپایی ها این انقلاب اسلامی حرمتی هنوز داشت، یا یک حرمتکی داشت به قول معروف. اونم رفتن با اون کاری که در ارتباط با سلمان رشدی انجام دادند، اون فتوای قتل و اون کسافتکاری ها جلوی باز گفتگوها گرفته شد. شما اگر خاطرتون باشه تمام سفرهای ایران نو اینا از اروپا بیرون کردن و کشورهای اروپایی سفرهاشون از ایران خوندن. زمان با چیز اومده بود، زمان هاشمی رفسنجانی بود، در به خصوص در دور اول ریاست جمهوری شاه مشیرمن در اون موقع در فرانسه بودن. رفسنجانی و جناح او شروع کرده بودن مخصوصا با فرانسوی ها ارتباط برقرار کردن و حتی دیگه سفر رفسنجانی به فرانسه قطعی شده بود، قرار بود رفسنجانی بره اونجا و بعد آقای فرانسوی میتران هم به ایران برن یه سفری بکنن. خب اون قتلا شروع شد، یک مرتبه ترورهای بله اروپا آغاز شد که ایرانی ها رو شروع کردن اونجا هر روز یک رو ورزدن اون ورزدن، ده ها قصد صورت گرفت که روابط به هم ریخت. این گونه در واقع توطئه در درون نظام بخشی از این سیستم جناب مشیری. نکته جالبیست. بله بخش از سیستمه و در دوران حکومت این آقای خاتمی هم که خب خواستن یه اصلاحاتی بکنن روابط با خارج و بهبود بدن، هی دم بدم هر روز یه توطئه شد، هر روز یه توطئه شد. نمایندگان اروپایی میمدن ایران، یه مرتبه اعضای سپاه میرفتن اینا رو همجور تو خیابون دستگیر میکردن، هر دقیقه یک برنامه اجرا کردن و جلوی اون نرمالیزاسیون و در حال عادی شدن روابط ایران و غرب رو گرفتن. به حال این توطئه بخشی از فرمایشتون آقای عرصی، این حمله به سفارت انگلیس و اون کسافتکاری واقعا عنیف، این هم مثل جز همونا باید به حساب بیاد در واقع. بله همونا هست. اتفاقا آقای مشیری من یکی از این موضوعاتی که در ارتباط با حرفای این رحیمی خواستم بزنم همین قضیه بود. شما به درستی دارید اشاره میکنید به این قضیه. این جریان انگلستان ببینید دو بخش داشت، یکی این که به هر حال کوششی بود از طرف جنگ طلبان بین المللی و داخلی که با اون کاری که با انگلیس ها کردن در حال این رابطه ایران و غرب رو لحظه به لحظه بدتر بکنن که برسونن به مرحله جنگ و درگیری. اما یک مسئله بسیار مهمی هم اینکه وجود داره که حتی انگلیس ها خودشون به این قضیه اشاره کردن. ببینید مثلا در اون جریان تصرف سفارت، حمله به سفارت انگلستان که بسیار کار وحشی و غیر انسانی و احمقانه بود، این بروجردی خیلی اسم کوچیکش نمیدونم بهاءالدین چیزیه اینا، این مسئول خارجی مجلس شورای اسلامی که از عوامل همین خانواده لاریجانی هاست، این آقا نقش اساسی داشت در اینکه تحریک کنن و بریزن تو سفارت. اما این فرد ماها بود که دزدی های این آدم رو شده بود و مرتب گفته می شد که امروز فردا ایشونو که میخوان بخوان به دادگاه. قوه قضاییه در واقع پرونده اینو تشکیل داده بود. اما این آقای بروجردی رفت دنبال یه چنین برنامه‌ای و حمله کردن به سفارت، یه کاری بود که انجام داد تا قایم شده الان پشت این برنامهش. برای اینکه ایشون اگر بیام بخوام به دادگاه و مثلا چه دزدی کردی و پروندهش رو بکنن، ایشون با پناه بردن به قضیه‌ای که من بله چون با انگلستان درگیر شدم برای من دارید پرونده سازی میکنید، یعنی یه دعوای حقوقی مالی دزدی رو این تغییر میده به یه دعوای ایدئولوژیک تبدیل میکنه. بله. در ارتباط با این رحیمی هم آقای مشیری در این حال که این تئوری وجود داره که ایشون
ممکنه عامل خود جنگ طلبای بین المللی باشه یا جنگ طلبان داخلی باشه که آمده این حرف زده، که خب احتمالش وجود داره، حالا خودش هست یا اربابش هست که بهش دستور داده که برش این حرفی رو بزن، ولی در این حال این مطلب هم در مورد ایشون هست. چون این رژیم فاسدیست و دوزها و آدمکشا و قاتلین و این جنایتکارانی که تو این حکومت هستن و پستای بسیار مهمی هم گرفتن، اینا جنایات و فساد خودشونو برای اینکه پرده پوشی بکنن و در مقابل همین دادگاه هایی هم که وجود داره بتونن از خودشون دفاع بکنن، تبدیل میکنن به یک دعوای ایدئولوژیکی. همین آقای محمد رحیمی هم که معاون رئیس جمهوریه و الان این حرف های بسیار بسیار جنایتکارانه رو اومده تو این جلسه سازمان ملل متحد در تهران گفته علیه یهودی ها، ایشون الان مدت مدیدی است که دزدیایشون مطرح شده، مرتب گفته میشه در مجلس علیهشون صحبت شده، در دستگاه قضایی علیهشون صحبت شده، مطبوعات در روش نوشتن که این آقای رحیمی دزدی کرده و بسیاری از این قاچاقچی‌ها، دزدا، توطئه‌چی‌های اقتصادی ایشون همدستی داشته، آدم بسیار بسیار ثروتمندی است، همه در مورد دروغگویی‌های ایشون صحبت میکنن. من گمان میکنم این تز هم درسته که ایشون از این موقعیت استفاده کرده، آمده حمله کرده به اسرائیل، چیزی که مورد علاقه آقای ولی فقیه و ایدئولوژی اعلام شده ی رژیم جمهوری اسلامی است که مبارزه با اسرائیل، ایشون پناه گرفته پشت سر این ایدئولوژی انحرافی. ما گفتن این حرفا، الان ایشون در مقابل آقای مشیری دستگاه های قضایی مسلح شد، الان یه سپر نیرومندی برای خودش درست کرده. بله بله، فردا الان اگر بیان یقه ایشونو بگیرند، ایشون یک مبارزه، یک مشکل مالی، یک مسئله حقوقی، یک موضوع دزدی رو تبدیل میکنه به یک مسئله ایدئولوژیکی که بله بنده ویکتیم هستم، قربانی هستم، چون علیه اسرائیل من حرف زدم، علیه صهیونیسم من حرف زدم، برای من پرونده سازی شده و دارن این سخنان رو برای علیه من دارن بیان میکنن. این هستش. ولی خب ادعی هم هستن آقای مشیری میگن که این برنامه‌ای که ایشون انجام داده، حرفایی که زده در این موقعیتی که ایران در حال مذاکره با غربه و در آستانه این هستش که غرب و اروپایی برن پای تحریم نفتی ایران و روز به روز از ایران خرابتر خواهد شد، واقعا چه این حرفی که ایشون زده اصلا دیگه بدترین لطمه رو میتونست به مذاکره از این بدتر نمیشد چیزی که ایشون هم زده. حالا این سوال مطرحه که واقعا آخه چطور ممکنه یه آدمی که بالاخره یه تحصیلاتی داره، معاون رئیس جمهوری مملکته، آخه چطور ممکنه این حرفا رو زده باشه؟ خب یه نظرم این هستش که ایشون حتما عامل دستگاه اطلاعاتی قدرت‌های غربی است که دنبال جنگ و درگیری هستن، که اونا اشاره کردن و اینا هم رفتن دنبال چنین برنامه‌هایی. منتها بنده عرضم این هستش که حالا فرض کنید که رفتار ایشون یک شاهکاری از برنامه‌های نفوذی قدرت‌های بین‌المللی در داخل این رژیم باشه، هیچ کدوم اینا آقای مشیری نفی نمی‌کنه این مطلب رو، توجیه نمی‌کنه اعمال رژیم جمهوری اسلامی رو، همه بیانگر این هستش که این رژیم یک رژیم فاسدی است آقای مشیری. بله، این حکومت یه رژیم فاسدی است و یک ایدئولوژی فاسدی داره. اون ایدئولوژی فاسد همون انحرافی است که ایشون اینا افتادن به چاه یهود ستیزی، بله، از کنم که آنتیسمیتیزم، غرب ستیزی و این چاه یهود ستیزی اینا رو انداخته به چاه تدنی اخلاقی آقای مشیری. بله، آقای عرصی، گوش مغرب زمین از خود آلمان بگیرید تا این آمریکا و جای دیگه، در واقع بیشترین حساسیت رو به همین موضوعها داره، در واقع همین داستانهایی که ایشون گفته، داستانه فاشیستی، یعنی مسائل علیه یهود، این همون تکرار سخنان هیتلره در واقع، و دنیا هزینه سنگینی پرداخت کرد بابت این داستان، خیلی وحشتناک بوده آقای عرصی. بله، به همینجوره دیگه آقای مشیری. منتها اینا گفت چشم باز و گوش باز و اینا، ما حیرت هم از
چشمندی خدا، اینا واقعا همه این وقایع رو دیدن که کسانی که افتادن تو این خط انحراف، آی مشیری عاقبت خودشون چی شد؟ آخ خب ما که انگشت کوچیک اون آلمانیا نمیشیم. بله. آلمان با اون قدرت صنعتی ترین کشور دنیا، بله، ترین و برجسته‌ترین دانشمندان دنیا رو اونا داشتن، نمیدونم بزرگترین سرداران نظامی سابق اونا بودن. عرض کنم که به رغم تمام توانایی هایی که داشتن، اونا بر سر این انحراف نجات پرستی و یهود ستیزی اونجور بلا بر سر دنیا و بر سر خودشون آورد. بله، بدنام از این دنیا رفتن و از خودشون نفرت و بدبختی و بیحسیتی به یادگار گذاشتن. هنوز نسلهای آلمان، هنوز نسلهای آلمان دارن جریمه میدن، هنوز جریمه میدن. بله بله، بار اون بیحسیتی رو دارن میکشن. آقای مشکلی نمیشه، این ساده نیست. بله، اون جنایتی اونها مشکوکه بهشون، دنیا مشکوکه. شما ببینید یه شخصیت آلمانی محبوب بین المللی آقای مشکلی وجود نداره. هنوز چوب اون یهود ستیزی رو دارن. بله، من هنوز چوب اون انسان ستیزی های خودش رو دارن میخورن. حالا ما کشور ما واقعا بی هیچ دلیلی، بی هیچ عرض کنم که مدرکی، بدون که اصلا در چارچوب منافع ملی ما بشه جای توجیهی برای این یهود ستیزی ها ما بتونیم پیدا بکنیم، اینا افتادن دنبال یه چنین سخنان بیپایه، یه چنین حرفای احمقانه و جنایتکارانه. من آقای مشیری حقیقتا دارم عرض میکنم خجالت کشیدم وقتی که این چیزها رو خوندم و دیدم یکی از این شرکت کنندگان در اون جلسه که نمیدونم حالا اروپایی بوده آمریکایی بوده مال کجا بوده، گفته ما بعد از شنیدن این حرفهای این آقای رحیمی اصلا ما نمیدونم چرا ما باید به ملت ایران طرف مبادله و معامله بشیم، مثلا چرا با اینا با هم بنشینیم. وای وای وای، ببینید آقای مشی اینا چجور ما رو بی‌حسیت میکنن، ببینید چجور آبروی ما رو میبرن. به همین جهت بنده بارها اینو عرض کردم آقای مشیری، بنده اعتقاد دارم این مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و این توهین بر یهودی ها و توهین بر ببینم غرب و غیر و غیره، در واقع در وهله اول مرگ بر ایران گفتن و توهین بر ملت ایران جناب مشیر این کارها. ابسولوتلی. یه مطلب یاد من آمد آقای عرصی گرامی، شما میدونی که نیکسون یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ این مملکت یا جهان بوده به هر صورت. بله. ایشون رفته در ژاپن بدونی که واقعا نظری داشته باشه در یک جمع سخنرانی میکرد، یه 1000-1500 نفر ژاپنی، گفت امیدوارم حادثه هیروشیما ناکازاکی دیگر تکرار نشود. همین، چون به خاطر حساسیتی که ژاپنیا داشتن یک سکوت خیلی معنیدار و مرگباری فضای سالن رو گرفت و نیکسون پشیمون شد از اینکه چنین سخنی گفته. حتی اشاره بهش به طرز منفی هم قابل قبول نبود. تا چه رسد به اینکه شما بشینید و همچین سخنانی یهود ستیزی در این عصر واقعا چیز خیلی وحشتناکی بوده. بله، بسیار بسیار آقای مشیری. من عرض میکنم که بزرگترین در واقع چاهی که گشادترین چاه و عمیق‌ترین چاهی که در مقابل انقلاب اسلامی باز شد آقای مشیری، چاه یهود ستیزی بود. بله بله بله، چون بالاخره با دعوا با آمریکا باز یه دلایلی وجود داشت، مثلا اینم کودتای نظامی، یه کودتای که علیه دکتر مصدق کردن، حرفا این چنینی، بالاخره یه دلیلی وجود داشت. ولی مردم دنیا، مردم ایران نمیتونن بفهمن این دعوا با اسرائیل یعنی چی. آقای مشیری، دعوا با یهود یعنی چی؟ شما ببینید آقای مشیری، ما در کشورمون 25,000 یهودی همین الان زندگی میکنن. بله. خب ببینید چنین حرفایی را علیه ملت خود ایران میزنن اینا. بله واقعا، نان هستن که هزاران سال همزمان با همین آریایا و دیگه هم کردن توی مملکت حاکم بودن، زندگی کردن. بله بله، ما بیا مردمی رو بگو که در تلمود آمدن. بله. آموزش پخش مواد مخدر دادن. خب ببینید چه لطمه‌ای دارن اینا به وحدت ملی میزنن جناب مشیری. بله، وحشت. آبروی مملکت یکی از ویژگی‌ها و وظایف یک دولت مخصوصا در بعد سیاست خارجیش امروز در جهان آقای مشیری، نه تنها دفاع از منافع ملی یک مملکته، بلکه کسب حیثیت برای اون ملت. ملت. بله بله، دقیقاً. بله. نامات حکومتی ما. بله.
احمدی نژاد گرفته تا اطرافیان و دیگران و دیگران، از خود خمینی گرفته تا این آیه علی خامنه دیکتاتور رژیم، کار اینها در طی این 30 سال این بوده که برای ملت ایران بی آبروی بار ببرن، حیثیت ملت ایران رو از بین ببرن. و این واقعا تأسف‌آوره. من فکر میکنم که وظیفه ما آقای مشیری این استش که قبل از خود اسرائیلیا، قبل از غربیا، قبل از هر کسی، خود ایرانی ها باید اقدام بکنن به محکوم کردن حرف این رحیمی معاون احمدی نژاد که این حرفا رو زده، و به دنیا نشون داده بشه که اینا هیچ نمایندگی نمیکنن از ملت ایران ندارن. بله بله، خیلی ممنونم آقای عرصی، خیلی سخنان خوبی گفته شد. از شما سپاسگزارم. سپاسگزارم آقای مشیری. قربان شما، شب شما بخیر، تا هفته آینده. بر شما خوشحال. قربان شما. بله، با دوست گرامی آقای عرصی صحبت کردیم. و مطالب خیلی خوبی بود. در باب این کتاب آقای رضا باز با شما سخن خواهم گفت و تحقیق بسیار بسیار جامع و جالبیشون رو از نظر شما دوستان بزرگوار، هموطنان گرامی خواهم گذراند و مطالبی که به اون مربوط است. فکر میکنم وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. بله، اشاره کردم 3 دقیقه، 3 دقیقه هم در خدمتون هستیم و از خدمت شما مرخص خواهیم شد. حالا که وقت هست عرض میکنم خدمت شما که مسئولیت حرف های من در این برنامه بر عهده منه، نه بر عهده مهندس شجره. این مرد ناراحتی قلبی داره، شما چه میخواید از جان شجره؟ من مسئول حرفام. ایشون هم که زده قبل از برنامه می‌نویسد که دیگه چه بگی آقا شجره. آقا نظرات برنامه سازان در اینجا الزاما نظرات ما نیست، شما امری دارید به من زنگ بزنید، دلیلی دارید بیاورید، نه این که زنگ بزنید مهندس شجر را اذیت کنید. این از انصاف هم به دوره. واقعا آقای شجری که مسئول حرفای من نمیتونه باشه. مثلا قراره چه بشه؟ مثلا این ذهنیت فاشیستی رو باید فراموش کنی برادر من. تو کتاب که نمیخونی، هرگز هم نخوندی، اون ادیب به خصوص رو میگم، روزنامه هم نمیخونی، 30 سال تو آمریکای 25 سنت نداری یه روزنامه بخری بخونی مملکت چگونه اداره میشه. میگویید نه تشریف بیارید با هم صحبت کنید، من ثابت میکنم که شما یه روزنامه هم نخوندی. تکرار میکنم، اون تعداد محسوس رو عرض میکنم، بین شماها من یه آدمی که نیمچه سوادکی هم داشته باشه ندیدم. نیمچه سوادی هم ندارید، فقط فحاشی بلدید و اذیت به مهندس شجره. آقا من مسئول حرفای خودم هستم، میفهمم چه میگم. ای آقا این چه ادباریست و این چه بدبختی و گرفتاریست که شما دارید. یه زمانی میبونی شکنجه میکرد، نمیدونم دست من قفونی میزدید و شلاق و ناخون میکشید یه کسی حرف میزد، حالا نمیتوانید فحاشی میکنید. دلیلم که ندارید، که ماشاءالله ندارید، آخه قوت استدلالم خودش یه مراتبی از معرفت رو لازم داره دیگه. باعث شرمساریه واقعا. تلفن سرزمین جاوید هست، اعلام میشه مرتب، شما زنگ بزنید با هم صحبت کنید، منطقی دارید بیاد. میخواید مناظره بفرمایید تشریف بیارید این گوجه میدان. با سپاس از امیر جوان در اتاق فرمان و شما بزرگواران، هموطنان و همزبانان گرامی، چون میدانم در افغانستان بیننده بسیار داریم، همچنین در تاجیکستان. این است که مرتب متذکر همزبانان هستم به جهت این دو کشور است.
تا برنامه دیگر که روز دوشنبه خواهد بود و آقای عبدالکریم سروش با سخنرانی فرمودن، سعی میکنم که سخنرانیشون به دست بیارم. حتما درش مغالطات و تضادها بسیار خواهد بود، امکان ندارد کسی بخواد از امر دین دفاعی بکند و درش مغلطه و تضاد نباشه، میسر نیست. پیدا میکنیم روز دوشنبه در باب صحبت میکنیم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی و مرگ بر فاشیسم.